به احتمال زیاد مهدی باکری رو میشناسید، یکی از فرمانده های سپاه پاسداران که در جنگ ایران و عراق کشته شد. اما شاید ندونید که او برادر بزرگی داشته به اسم علی باکری که قبل از انقلاب 57 به عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران در اومد و در زندان پهلوی هم محکوم به اعدام شد. بعد انقلاب که سازمان مجاهدین خلق ایران در چشم جمهوری اسلامی تبدیل شد به گروهک منافقین، دیگه اسمی از علی باکری به میون نیامد. حالا نه جمهوری اسلامی ازش اسمی میاره و نه سازمان مجاهدین. تو این ویدیو همراه ما باشید تا با علی باکری، فرزند ارشد خانواده باکری و نحوه آشنایی اون با سازمان مجاهدین خلق و سرنوشتش بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی باکری جزو اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق بود و جزو اولین نفراتی بود که در سال 1344 در زمان تأسیس سازمان به اون ملحق میشه. علی باکری عضو فعال سازمان مجاهدین خلق با نام سازمانی بهروز رو کمتر کسی میشناسه، اما علی برادر بزرگتر مهدی و حمید باکری بود. مهدی باکری که بیشترین شهرت رو داره یکی از فرمانده های سپاه پاسداران بود و در طول جنگ ایران و عراق حضور فعالی در عملیات های مختلف داشت. سال 63 در جریان عملیات بدر کشته میشه و هیچ وقت پیکرش به آغوش خانواده بر نمیگرده. حمید باکری کوچکترین پسر خانواده باکری بود و جزو فرمانده های میانی سپاه بود. مثل مهدی در جنگ ایران و عراق حضوری جدی داشت و سال 62 یه سال قبل از مهدی در جریان عملیات خیبر کشته میشه. پیکر حمید هم هیچ وقت به ایران بر نمیگرده. علی باکری از مهدی باکری 10 سال و از حمید 9 سال بزرگتر بود. در حقیقت علی بود که با ورود به مسائل سیاسی راه رو برای دو برادرش باز میکنه یا باعث میشه که اونا هم علاقمند به کارهای سیاسی یا دفاع از حقوق مردم بشن. علی در سال 1332 در میان دعا به استان آذربایجان غربی به دنیا میاد. بعد از تمام کردن دبیرستان در سال 41 وقتی که یه جوون 19 ساله بود در رشته شیمی قبول میشه. در نتیجه میان دعا به ارومیه رو ترک میکنه و برای ادامه تحصیل راهی تهران میشه. از دوره کودکی و نوجوانی علی اطلاعاتی وجود نداره، حتی درباره اینکه در کدوم دانشگاه هم درس خونده اختلاف نظر هست. بعضی منابع نوشتن که علی باکری در دانشگاه تبریز درس خونده، بعضی گفتن در دانشکده فنی دانشگاه تهران، بعضی هم مدعیان در دانشگاه صنعتی شریف که اون موقع اسمش بود دانشگاه صنعتی آریامهر. به نظر میرسه سومی درست تر باشه، چون علی بعد از فارغ التحصیلی در دانشگاه شریف مشغول به تدریس میشه. علی باکری به محض ورود به دانشگاه به جبهه ملی دوم ملحق میشه. جبهه ملی دوم که در سال 1339 در ادامه فعالیت جبهه ملی ایران تشکیل شده بود. نهضتی که سال 1328 محمد مصدق اون رو پایگذاری کرده بود، اما بعد از 28 مرداد 1332 تقریبا منحل شده بود. 7 سال بعد یه دز یاران مصدق سعی کردن جبهه ملی ایران رو بازیابی کنن که به جبهه ملی دوم معروف میشه. جبهه دوم به خاطر دستگیر شدن تعدادی از رهبران و اختلافات درونی تقریبا راه به جایی نمیبره. اختلاف بین اعضای این جبهه باعث میشه که نهضت آزادی ایران شکل بگیره. یعنی سال 1340 مهدی بازرگان و یدالله صحابی و محمود طالقانی با جدا شدن از جبهه ملی دوم این حزب سیاسی جدید یعنی نهضت آزادی رو تشکیل میدن. حزبی که به ملی‌گرایی ایرانی و مردم سالاری اسلامی باور داشت. علی که اون موقع سال دوم دانشگاهش رو میگذروند به نهضت آزادی ملحق میشه و تا سال بعدش یعنی سال 43 هم جزو طرفداران این حزب بوده. علی گرایش های مذهبی داشته و اساساً توی خانواده مذهبی به دنیا اومده و بزرگ شده بود. برای همینم ایده های مهدی بازرگان و نهضت آزادی رو میپسندید. شاید همین مذهبی بودنش هم باعث گرایش اون به تفکر سازمان مجاهدین خلق میشه.
علی در سال آخر دانشگاه یعنی سال 44 با ناصر صادق که عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق بود آشنا میشه. از طریق ناصر در کلاس و جلسات مطالعاتی سازمان مجاهدین خلق حضور پیدا میکنه. این کلاس و جلسات رو سعید محسن اداره میکرد. محسن از بنیانگذاران سازمان مجاهدین بود که با کمک علی اصغر بدیزادگان محمد عنیف نژاد به تازگی سازمان رو تأسیس کرده بودند. علی باکری از همین راه با سازمان مجاهدین خلق ارتباط میگیره و خیلی زود به عضویت این سازمان در میاد. در سال 48 وارد کادر مرکزی سازمان میشه. علی مشی و روش سازمان مجاهدین خلق رو بهترین روش مبارزه سیاسی با حکومت پهلوی میدونست. مبارزه مسلحانه و چریکی. علی باکری یا همون بهروز در سال 45 با رتبه عالی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه و بلافاصله بنا به درخواست دانشگاه صنعتی آریامهر استاد دانشگاه میشه و تدریس رو در رشته شیمی شروع میکنه. اون 4 سال بعد استعفا میکنه و به بهانه ادامه تحصیل راهی بیروت در کشور لبنان میشه، اما در حقیقت قصدش این بود که فعالیتش رو در سازمان مجاهدین خلق جدی تر دنبال کنه. در بیروت با مسئولان سازمان فتح درباره آموزش‌های نظامی به اعضای سازمان مجاهدین مذاکره می‌کنه. سازمان فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین که در سال 1337 توسط یاسر عرفات و خلیل الوزیر با هدف آزادسازی فلسطین از زیر سلطه اسرائیل تأسیس شده بود، یه سازمان چریکی با سابقه بود که کادر اصلی سازمان مجاهدین خلق معتقد بودند که می‌تونن از تجربه و روش‌های اونا در عملیات مسلحانه الگو بگیرن. گفته میشه که علی باکری در مرداد 49 در تربت حیدری دستگیر میشه، ولی چون ساواک چیزی ازش پیدا نمیکنه خیلی زود آزاد میشه. مشخص نیست که این دستگیری کوتاه مدت علی قبل سفرش به بیروت بوده یا بعدش. به هر حال علی باکری آخرای سال 49 برای تحقیق و شناسایی گروه‌های مبارز خارج کشور به همراه بدیزادگان راهی فرانسه میشه. چند ماه بعدش هم دوباره میره بیروت. علی در تیر ماه 1350 تعدادی اسلحه و مهمات توی یه چمدون جاساز میکنه و برمیگرده ایران. میگن 4 قبضه مسلسل، 3 قبضه اسلحه کمری، 150 تا تیر فشنگ و 500 تا نارنجک و بمب رو قاچاقی میاره ایران. به جز این محموله قاچاق، علی همه اطلاعاتی رو که در جریان سفراش به دست آورده بود در اختیار سازمان میذاره. در ضمن علی باکری تحصیل کرده رشته شیمی بود و مسئولیت گروه شیمی سازمان مجاهدین خلق رو هم به عهده داشت و جزوه‌ای درباره مواد منفجره نوشته بود که بین اعضا دست به دست میشد. علی به روزای پایانیش نزدیک میشد. تابستون سال 50 که حکومت پهلوی یه موج از دستگیری‌ها رو شروع کرده بود، علی باکری هم دستگیر میشه. ماجرا اینطوری بوده که اول شهریور 1350 مامورای ساواک و شهربانی طی عملیات مشترک به چند تا از خونه‌های تیمی سازمان مجاهدین خلق حمله و 42 نفر از اعضای سازمان رو دستگیر می‌کنن. از این 42 نفر 11 نفرشون اعضای اصلی و کادر مرکزی بودن. علی باکری هم توی همین سری عملیات دستگیر میشه. علی بعد از بازجویی در دادگاه نظامی به اعدام محکوم میشه. افرادی مثل لطف‌الله میثمی گفتن که اون موقع هیچ کس از تاریخ برگزاری دادگاه علی باکری خبر نداشت و جلسات دادگاه هم غیرعلنی برگزار شده. نهایتاً 7 ماه بعد از دستگیری علی باکری در 30 فروردین 51 در پارک چیتگر تهران تیربارون میشه. در اون نیمه شب اعدام علی تنها نبود. اون در کنار همرزمانش یعنی محمد بازرگانی، ناصر صادق و علی میهن دوست اعدام شد. گفته میشه که پیکر علی رو ساواک در بهشت زهرا مخفیانه دفن میکنه. علی باکری همسر و فرزندی نداشت یا حداقل هیچ خبر و اطلاعاتی از ازدواج علی وجود نداره. حتی معلوم نیست که آیا علی باکری ازدواج سازمانی داشته یا نه. اما گفته میشه که اون در ارومیه عاشق دختری بوده که باهاش نامزد کرده بوده. نامزدی که به خاطر درگیری علی در فعالیت‌های سیاسی هیچ وقت به ازدواج نرسید. علی باکری علاوه بر مهدی و حمید یه برادر کوچیک‌تر هم داشت به اسم رضا. اطلاعاتی که به دست آوردیم نشون میده که رضا پسر دوم خانواده و بزرگتر از مهدی و حمید بوده.
انگار هنوز زنده است، اما چون فعالیت سیاسی نداشته اطلاعاتی ازش وجود نداره. این چهار برادر دوتا خواهرم داشتن. اسم یکیشون زهراست. چون بعد از وقایع سال 88 با یکی از رسانه‌ها مصاحبه کرد اسمش منتشر شد، اما از نام خواهر دوم خبری نداریم. از اعضای خانواده باکری احسان و آسیه شناخته شده تر هستند. هر دوشون فرزندان حمید باکری هستند که در حقیقت برادرزاده های علی باکری میشن. خانواده باکری ها در سال 88 به خاطر مواضع سیاسیشون و حمایت از میرحسین موسوی و خانواده های بازداشت شده و داغدار مورد حمله و انتقاد تندروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حتی احسان باکری چند ساعتی بازداشت شد و مشتبه زنور نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران ادعا کرد که همسر حمید باکری یعنی مادر آسیه و احسان صیغه علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی شده. این حرف جار و جنجال زیادی به پا کرد و در نهایت زهرا باکری خواهر حمید، مهدی و علی باکری در مصاحبه ای از خانواده باکری ها دفاع کرد و گفت من زمانی دوست داشتم خون محمد رضا پهلوی رو بنوشم تا شاید داغ برادرم علی تسکین پیدا کنه. اما وقتی رفتار مقامات جمهوری اسلامی رو میبینم با خودم میگم خدا شاه رو رحمت کنه. من میگفتم خدایا میشه خون شاه و من یه ذره سر بکشم که انتقام خون برادرم گرفته بشه. الان میگم خدا رحمتت کنه. این حرف زهرا باکری کنایه بود به رفتارهای توهین‌آمیز زنور و حمله نیروهای حکومت به خونه و خانواده باکری ها. اون در بخشی از مصاحبهش گفته حتی بعد اعدام برادرم علی باکری در زمان شاه آدمای حکومت نیومدن جلوی در خونه ما. مهدی تونست به راحتی وارد دانشگاه بشه و درس بخونه و من و خواهرم ارتقای شغلی پیدا کردیم. با اینکه حکومت به برادرمون میگفت خرابکار ولی با ما هیچ کاری نداشتن. بلایی پسر ما اومده که زمان شاه نعمت آقای زرقانی. باور کنین یه ساواکی در خونه منو نزد. من بعد از شهادت برادرم استخدام شدم، خواهرم یه پست بالای استخدام شد، مهدی دانشگاه قبول شد، تحصیلش رو کرد. یه کسی در خونه ما رو نزد. میگفتن خرابکار، خانواده خرابکار، ولی کسی جسارت نکرد در خونه ما رو باز کنه به ما توهینی بکنه. ولی جمهوری اسلامی ما این توهینا رو دیده. یه بارم آسیه باکری دختر حمید باکری که مدت کوتاهی هم با پسر علی یونسی وزیر اطلاعات ازدواج کرده بود و بعد طلاق گرفت، گفت که اگه پدر و عموام زنده بودن حتما الان توی زندان بودن. احتمالاً منظور آسیه این بوده که برادران باکری از جمله علی باکری همونطور که با حکومت پهلوی مبارزه کرد با جمهوری اسلامی هم مبارزه میکرد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.